من دو تا دختر دارم یه دونه زن. چه میخندی؟ من دو تا دختر دارم یه دونه زن. هزار بار دیگم به دنیا بیام با همین زن ازدواج بکنم. من عاشق زنم. الان نیستش اینجا، دیشب بود با من با دو تا دخترام و تا ساعت 12 واقعا زحمت کشید. من عاشق زنم. من نمیدونم تو فیسبوک میتونن لایف پخش کنن این قسمت رو خانم هم ببینه، ولی من چون دیشب گفتم اعتماد داره که من همیشه بگم. اوکی خوبه. خانم من اسمش نسترن. خب آهنگای قشنگی هم در مورد نسترن هست. من دیگه مشکلی ندارم. اینی که اسم نسترن وقتی تو خونه ما میاد دیگه بچهای منم میدونن ما موزیک نسترن هم زیاد گوش میدیم در موردش. چون دوست دارم نسترن. دو تا دختر دارم و این دختر کوچیکم 1 سال و 2 ماهشه. برند نیو. دختر اولم 3 سال و نیمشه. دختر کوچیکم خیلی اهل غذا خوردن. من خیلی خوشحالم چون منم اینجوریم. من غذا خیلی دوست دارم. و ایشون چند وقت پیش من داشتم میرفتم جایی، کمی لباس فرمال هم پوشیده بودم، یکم شبیه همین ولی یکم فرمال رسمی تر. و ایشون عادت داره وقتی میخواد غذا بخوره با ماست میخوره همه غذاشو. یعنی ما باید مثلا برنج داریم و لوبیا پلو باید ماست بزنیم بهش، این قاطی میکنه. من نمیدونم چجوری اینو دوست داره. مثلا عدس پلو داریم ماست هم میریزیم، این یه همش میزنه بعد میخوره میگه به 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 به. من میگم واقعا راست میگی؟ بعد حالا اینش به کنار، وقتی میخوره اینو میماله اینجا، بعد میماله به تنش. اینا دیگه مامانش متوجه شده، لباسش در میاره فقط با دایپره، چون همین شکمش اینا ماست و پلو و بعد مثلا رنگی میشه اگه مثلا سس قرمز هم باشه. مثلا یک وضعیتی میشه، من چهرهشو از وقت دیگه نمیشناسم، انقدر میماله به سر. من داشتم میرفتم بیرون از در و من عادت دارم چه وقتی که میام خونه، چه وقتی از خونه میرم، دخترامو بغل میکنم. من دخترامو خیلی دوست دارم. وای به حال اون پسری که بخواد یه روزی بیاد خواستگاری کنه. یعنی با من باید حتما یه سفری بیاد، با هم بریم 2-3 روزی با هم تو هتل باشیم، بعد ببینم باز میخواد یا نه. ولی من بغلشون میکنم، بوسشون میکنم، ماچشون میکنم. حتی اگه وقتای کارم هم دیر بشه، دیر بشه، من باید اینا رو بغل کنم. میخواستم برم جای جلسه داشتم، اینم داشت نهار میخورد، من داشت عدن، گفتم امروز وقتش نیست من اینو بغل کنم. اصلا نمیشه. من حالا پدر و فرزندی ولی اصلا جاش نیست. الان من دارم میرم دم در داشتم میرفتم، اونم داشت نگاه میکرد. یه اون یه نگاه کرد، من یه نگاه کرد، گفتم نیایی. دوباره یه نگاه کرد، گفتم تو رو خدا الان اصلا وقت بغل کردن نیست. منم تو رو بغل دیدم داره بدو با همون وضعیت ماست و پلو اینا میدو بابا. منم گوشه دیوار بودم مثل آدمایی که یه کسی عملیات انتحاری میخواد انجام بدم، چون مونده بودم لب دیوار. خلاصه چشم تو روز بعد نمیده، اومد من اینجوری دو دستی بغل کرد و حالا فقط اینم نبود، درشم اینطوری اینطوری مالید. من یعنی اون لحظه فقط میگفتم نسترن ای عشق من، به بودو بیا، اوضاع خرابه، چیکار کنم من الان. یک وضعیتی شده بود. پدر آسمانی من که عاشقشم، خدای زنده ما، وقتی ما در گند و لجن بودیم، وقتی ما زشت بودیم، وقتی ما کثیف بودیم، وقتی ما چهرمون به هم ریخته بود، صبر نکرد که ما تمیز بشیم ما رو بغل کنه. او ما رو با همون وضعیت بغل کرد، عاشقانه بغل کرد، چون دوستمون داشت. وقتی تمام لجن از سر و کله من میریخت و من متوجه نبودم، اون لباس سفید رو تن من کرد و لباس منو از خود از من در و تن خودش کرد. رومیا میگه وقتی ما در اوج گناه و سیاهی و تاریکی بودیم، او به خاطر گناهان ما مرد. ما یه همچین خدای رو میپرستیم. من نمیدونم شما به چه چیزی اعتقاد دارید، به بودا اعتقاد دارید، به زرتشت اعتقاد دارید، به خدای اسلام اعتقاد دارید، به خدای یهود اعتقاد دارید. من نمیدونم، به همتون احترام میذارم، به اعتقاداتونم احترام میذارم، ولی من یه همچین خدایی رو جای دیگه ندیدم. آمین. که حاضر باشه به خاطر من بیاد رو زمین، به من نشون بده که کیه،
درکم بکنه و نه تنها فقط حرفای قشنگ بزنه، منو بغل کنه. من پدرم، میفهمم یعنی چی بغل کردن. بچه های من دوست دارن که بغلشون کنم. اگه یه روز اون بغل کردن نکنم یه جوری میشه. الان دو سه روز ازشون دور خواهم بود به خاطر این سفری که دارن. نمیدونم چه اتفاقاتی خواهد افتاد، اون ماستا رو کجا قرار بمانه. ولی خدای من وقتی که اومد گفت من تو رو همین جوری که هستی، گناهکاری، ترسوی، بیچارهی، بیپولی، ازدواجت به شکست خورده، تنهایی، پر از دروغی، پر از فریبی، پر از مکری، من همینه تو میخوام، بیا بغل من، من بهت میگم که چی کار کنی که نشه، من بهت یک تولد تازه میدم، من تو رو از شخص دیگه ای میکنم. وقتی با خدا یک رابطه عاشقانه داشته باشید، عاشق و معشوق، ارتباط شما چشمی میشه. من با خانومم چشمی حرف میزنم. این چشمی حرف زدن یعنی چی؟ یعنی وقتی میگم یعنی اوضاع خطرناک. دیگه نیاز نیست من حرف بزنم. ما میفهمیم 11 سال ازدواج کردیم. میفهمیم چی داره میگذره، اوضاع چجوریه. وقتی با خدا رابطه صمیمی داریم میفهمی که الان اوضاع خوب نیست خواهر برادر عزیز من. باید عوضش کنی، سویچتو تغییر بدی. الان مثل این که از شرایط و دنیای دورورت یه کاریت کرده که دیگه اون شخص نیستی. خدایی که من میپرستم خدای زندهیه که نشست اون بالا من و تو رو بزنه، صبر کنه، بگه ببخشید، تو برو تمیز شو، چپ و راست بکن، بشور، بعد با این چپ، با این پا بیا، بعد با اون پا بیا، بعد یه چهار تا دعا بکن، یه چهار تا ورد بخون، بعد حالا من بهت میگم ایشالله بشی یا نشی. ای بابا من به چه دردم میخوره این خدا که اصلا حال روز منو نمیفهمه، نمیدونه درد من الان چیه. بابا من گرفتارم، من درد دارم، من الان تمام ماست و برنجا ریخته رو تنم، میخوام بغل بشم، نیاز دارم که بغلم کنی، برم تازه تمیز کنم خدا. اصلا چجوری تمیز کنم خودمو؟ کی منو تمیز کنه؟